سلام به همه شما بیننده های خوب دیلی فیتنس. امروز با یه ویدیو دیگه، یه تمرین دیگه اومدم پیشتون. ویدیو امروزمون شامل یه سری تمرینه برای افرادی که شاید خیلی اهل ورزش نیستن و یا وقت برای انجام ورزش ندارن. تمرینایی که امروز بهتون میگم میتونید توی تخت خوابتون وقتی که دارید با گوشیتون کار میکنید هم انجام بدید و هیچ درد سری نداره. پس تمرینای امروز از دست ندید. ولی قبل از هر چیزی اگه به تازگی با کانال ما آشنا شدید، یادتون نره که حتما کانال ما سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. خب همونطوری که بهتون گفتم میتونیم حرکات امروز رو توی تخت خوابمون وقتی مشغول انجام کاری هستیم انجام بدیم و اصلا برای انجامشون به وسیله نیاز نیستش. برای انجام حرکت اولم دراز میکشم به پشت، مثلا مشغول انجام کار با گوشی و یا کتاب هستم، کف پاهام روی زمین قرار داره و دونه دونه پاهامو صاف میکنم. هر کدوم از حرکات رو برای 30 ثانیه تا 1.5 دقیقه انجام میدم و بعد میرم سراغ انجام حرکت بعدی و اون کاملا بستگی به توانتون داره. خب یکی میگه که من زانو درد دارم و نمیتونم این کار انجام بدم. جفت پاهاشو صاف کن، پاتو از مفصل لگن با زانوی کمی خم به سمت بالا بیار. اگر کسی هست که گودی کمر داره و میخواد این تمرین رو انجام بده، میتونه چیکار کنه؟ یک حوله کوچولو رول کنه و توی قسمت گودی کمرش بذاره و سعی کنه در تمام طول انجام حال حرکات، این حرکت اول و حرکات بعدی، عضلات شکمش رو منقبض کنه و به اون حوله توی زیر کمرش فشار بیاره. خب این از حرکت اولمون. میرم سراغ حرکت بعدی. همینطوری که دراز کشیدم بعد اینکه حرکت اول رو انجام دادم، میخوام برم سراغ یه حرکت دیگه. بر انجام حرکت دوم، دو تا پاهام همزمان با هم به سمت چپ و راست میچرخن. مثلا دارم با گوشیم کار میکنم، 30 ثانیه تا 1.5 دقیقه این کار رو انجام میدم. برای کسایی که دردهای سیاتیکی هم دارن این حرکت مفید هست و با انجام یک کشش خیلی ساده میتونه که به رفع این دردها کمک کنه. اگر درد سیاتیکی دارید میتونید توی حالت کشش یکم بیشتر مکس کنید و برید سراغ جهت بعد. خب این حرکت رو هم انجام دادم. حرکت بعدی چیه؟ حرکت سومم. همینجوری که به پشت دراز کشیدم، برای حرکت سوم میخوام قسمت داخلی رونم رو درگیر کنم. کف دوتا پاهام کنار هم دیگه قرار دارم و روی زمین هستم و دوتا زانوام از هم دور میشن و نزدیک میشن. دوباره همین حرکت رو هم برای 30 ثانیه تا 1.5 دقیقه تکرار میکنم. هرچی سرعت انجام حرکت رو بیارم پایین تر، یعنی آروم تر این باز و بسته شدن انجام بدم، فشار انجام حرکت بیشتر خواهد بود. خیلی خوب، اینم از حرکت سومم. برای حرکت چهارم، اوکی، این بار میخوام برگردم رو به پشت، روی شکمم دراز بکشم. همینطوری که مشغول انجام کار هستم دارم کتاب میخونم، پاهام رو از مفصل زانو خم میکنم، انگار میخوام به باستنم ضربه بزنم باهاش. شونه هم توی این حالت توی گوشم نیست. خب باز دوباره یکی میگه که من زانوهام امکان داره توی این حرکت توی این حالت درد بگیره. خب دوباره مثل حرکت اول، همینطوری که دراز کشیدی سعی کن پاهاتو بدون اینکه خم کنی از زانو به سمت بالا بیاری. خب بریم سراغ حرکت بعدی. همینجوری که مشغول انجام کار هستم دارم کتاب میخونم، گوشی دستمه، به پهلو دراز کشیدم، پای زیرم رو یک کوچولو خم میکنم و پای بعدی رو آرومتر باشه، فشار انجام اون بیشتر. یکی میپرسه اوکی من باید چقدر پامو به سمت بالا بیارم؟ این کاملا به میزان انعطاف بدن خودتون بستگی داره.
30 ثانیه تا 1 دقیقه و نیم هم برای هر دو طرف. 30 ثانیه این پهلو، 30 ثانیه پهلوی دیگر رو. خب این بود از تمرینای امروزمون. دیگه با این تمرینایی که من بهتون گفتم هیچ عذر و بهونه‌ای وجود نداره برای کسایی که میگن وقت نداریم یا فکر میکنن که ورزش کردن نیاز داره به اینکه خب حتما باید حاضر بشی و ابزار داشته باشی و چیزای دیگه. با این تمرینا خیلی راحت میتونید که طی روز اعضای بدنتون رو درگیر کنید، اعضای مختلف بدنتون رو درگیر کنید و اونا رو تقویت کنید، عضلات مختلف رو. امیدوارم که از ویدیو امروز لذت برده باشین. ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. ما طبق معمول ویدیوهای حرکات اصلاحیمون رو هم خواهیم داشت. تا یه ویدیو دیگه، یه دیلی فیتنس دیگه، خدا نگهدارتون.